خانم آقایان درود بر شما، امروز میخوایم بخندیم با هم دیگه. بریم بدون درنگ یه کلیپ ببینیم، برگردیم صحبت کنیم با هم. ببینیم جناب استاد، در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، به غیر از حضرت عیسی مسیح پیامبران دیگری هم ظهور میکنن، مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، ادریس، اینا چه وضعیتی دارن؟ البته هم الان که نشستیم پلو هم حضرت خضر تشریف دارن، یعنی ظاهره، ولی ما نمیشناسیم چون ایشون ماموریت زیر نظر امام است انجام میدن، داره من مشغوله، یعنی مامور به غیبت نیست، نه حاضره، نمیشناسم، مثل خود امام هستن، امام هستن زندن هست. پیامبران دیگه چطور؟ بله، جناب الیاس هم تشریف دارن هستن الان، ایشون تو دریاها ماموریت انجام میدن برای امام است و حضرت خضر و خشکی ها، و هر سال هم تو حج اونجا هست. مجتمع هستن. حضرت ادریس هم هستن یا نه؟ نه، جناب ادریس تو بهشت. حضرت خضر میگه الان داریم حرف میزنیم اینجا هست، ما نمیبینیم، مشکل از ماه بلند. جناب الیاس هم اینا بره عزیز الیاسم، در دریا ماموریت فلان، اون یکی که عزیز الیاس بود چی بود، اون گفت بهشت فلان، اون یکی هم از دریا ماموریت میاد، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه هم ارواح و نافدا میزه بولن، ما نمیبینیم چی میزنی آقا، برای تو چی مصرف میکنی؟ ساقی تو کی؟ خدا شاید دمش کرد، دم اون ساقی کرد که واقعا. آقا بس الیاس از دریا میاد، از دریا تو دریا ماموریت های فلانی داره انجام میده فلان، خزنم تو خشکیه، ادریس رفت بهشت، آقا اینا اینجا جا گذاشت ادریس فلان، برای کجا داری میری؟ برای من دیگه خسته شدم، داری میرم بهش بلند، اونجا هوری بخور، هوری بزنم، شراب بزنم. اینه صدا و سیمای ملی، اینه برداشت آورد تو تلویزیون، برنامه زنده همچین صحبتی کرد، متوجه؟ داغانیم برای داغان جوف پوچ ارواح و نفده دیگه کیه برای